با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در جای ایران و دنیا، خیلی روز خوبی. نه، یه جمله من جو خوندم خیلی جالب بود. آقایی به نام عرفان قانعی فرد فرمودند، در خبرنامه گویا من دیدم اینا، دروغ ها علیه تاریخ پهلوی خریدار ندارد، خریدار ندارد. حرف حساب خدمت شما هستم که یوزات حکومت به هر چیزی دست میزنه، پا میزنه، جیگر میزنه، بالا میکنه، پایین میکنه، تهدید میکنه، اما دیگه فایده نداره، یعنی هیچ رقم فایده نداره. خدمت شما هستم که در کلیپ قبلی صحبت کردم، بازی کلیپ دنبال اون خواهم گذاشت، برای بعضی خوشی به نفهمی زدن، بعضی واقعا نمیدونم تاریخ نخوندم، سوادش ندارن، تاریخ نخوندن، یا خواسته بهشون دیکته میکنن رو بگو. حالا جالب، بعضی اصلا اهل پول و حق حساب نیست، این حرفا رو میزنن. این درد اینجاست، لاغل چی گرفته چی گفته باشی. خلاصه امثال امید نادان و امثال نمیدونم این و اون ایکسی گیرم، خیلی ها دارن تلاش میکنن که بگن آقا ما خواسته اینجوری هستیم اونجوری هستیم. نمیتونید. یه جوکی میگم، یه جوک نیست، یه جوک افشتار جوک باشه، ولی چی بهش میگن؟ حکومت وقتی میخواست خود تو دنیا مصرف اون جایی مصرف اون، فقط به رأی مردم اتکا میکرد، رأی رو دادن، حالا رأی رو خریده، اونم میدونستن خریدن، حالا رأی خریدن، تعدید کردن، اگه نگه رأی ندید اینجور چیز، همین رو بودش بوده. تا جایی که رئیسی در دوره قبل که شرکت کرد رفت تطلو رو بود، تطلو این نشاندنه چیه؟ نشاندنه این هست که واقعا اینها بازی رو باخته بودن. من قبلا خدمتتون عرض کردم دوره اولی که روحانی اومد گفتم که این دوره آخرش رو رای میرن. سازمان ملل میدونست، همه میدونستن که این رای دیگه نمیارن، ولی خب اونا دو برای خودشون بودن، اونها برای مرده خودشون گریه میکردن و تلاش میکردن شاید کاری بکنن، اما بیهوده بود، عبث بود. حالا این خب دیگه اصلا دیوانه هی از این روانی اینا اصلا اینها دیگه عجیب غریب خوش میبرن میزنند، با اینکه این نادان بیشعور با همه رفت لاس زد، هیچی تحویلش نگرفت، ولی اومد اینجا. حالا یه سه چیز رو میدونم، جوکر میگم، جوکر میدونم، مثال مناقشه نیست. یه آقای بود عاشق فوتبال بود، خیلی دوستش فوتبال بازی کنه، مثلا کاپیتان بشه، وقتی بلد نیستی نیست دیگه نیشه کارش کرد. خلاصه خیلی ناراحت بود تو خونه، زنش گفت چیه؟ بابا اینجوریه، من دوست دارم فوتبالیست بشم، هر جا میرم من قبول نمیکنن برای اینها. یه روزی اومدن دنبالش، برای دنبالش رو گفتن تو بیا تو کیف راجع بازی کن. باز خیلی خوشحال شد رفت اونجا، باز چند روز دوباره دمق بود. باز عیالش گفت چیه؟ که والا بازی میکنم کسی من پاس نمیده. خلاصه باز چند روزی همه این پاس میدن. گذشت، باز مدت بازی دمقه، گفت آقا چه باید دوباره؟ گفت هیچی، هیچی من تشویق نمی کنه، تماشاچی نمیاد، من تشویق نمیکنم. بعد از چند روزی تشویقش هم میکنند. این داشته باشیم. وقتی داشت میمرد، بعد شده بود داشت میمرد، اینها کار نداریم. زنشو خواست، گفت من کار ندارم همین. ولی تو میخوام تو آب دای من خیانت کردی یا نه؟ اگه کردی چند بار؟ بذار من آسوده بمیرم، چون پشتت حرف خیلی زیاده، حرفات سخن خیلی زیاده. تو اینجوری هست، تو اونجوری هست، اونجوری هست، اونجوری هست، اینجوری هست. خلاصه خیلی حرف هست، سخن زیاد پشتت. این گفت من سه بار خیانت کردم، سه بار. گفت خب پس چه از حرف سخن دوباره؟ تو گفت دیگه، گفت میشه بگی؟ گفت یارت تیم گفتی قبولت نمی کنه، بعد آمدن دنبال. گفت او یه بار. گفت دومیش، گفت یارت تیم گفتی بازی کنم من پاس نمیدم، فلان نمی کنم، بیسار نمی کنم، فشلا نمی کنم. گفت آره. بعد آمدن همه پاس نمیدن. گفت آره. گفت دوبار. گفت دفعه سوم، گفت یارت تیم گفتی تماشاشی نمیاد، اونم که بیان تشویقم نمی کنه اینها. گفت آره. گفت بعدی همه تو تشویق میکنن. گفت سه بار. حالا این حکومتی ها برای دست گرفتن بعضی مسائل دست به هر کاری که بگیم میزنند، به هر کاری، چون دیگه میدونن که دیگه تاریخ مصرف تمام شده است، یک مش کسافت هستند، یک مش آشغال هستند، یک مش خائن هستند، یک مش دزد هستند، یک مزدور هستند و تن به هر کاری دارن میدن، به هر چی که فکر کنن تن میدن. تا بیا به خاندان پرید دروغ بدن، مورد دروغ بدن، این حرفا نه، اینو نیست، به هیچ جا نمیرسید.
مردم آگاه شدند، مردم پی به ریشهش رو بردند، مردم پی به این بردن که خودش رو پیدا کردن در است. یادتونم از چند بار گفتم مصاحبه داشتن هر دو ساله با ژاپنی ها و 178 سال فیلم از من پر میکردن. فیلم محقق جوان بودن، یه استادی همشه پروفسور همراهشون بود. قبل از ایران خارج شم چند ماه قبلش مصاحبه داشتم باشون، بعد تا که دیگه اومدن اینجا رو چند سالی چه کسالت دارم نمیام، گفتم نه. این پروفسوری که من اینجا دفعه آخر آمد از من خدا بسی کنم خواستم من فرودگاه برم، به من گفت فلانی، گفتم که آره. گفت هزینه ما چقدر میشه؟ گفتم من شما نگفتم من هزینه نمیگیرم. گفت به من گفتن ولی من فکر نمیکنم تو اینقدر از ما استقبال کنی، اینقدر با حرارت حرف بزنی، اینقدر انرژی بذاری، اینقدر پذیرایی از ما بکنی. گفتم خب من وظیفه انجام دادم. گفت نه این وظیفه نیست. دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستی؟ جمله است، سوالش خیلی قشنگ بود. گفتم این سوال شما به تمام سوالی که از من پرسی می‌ارزید. گفت میتونی من قانع کنی ما چی هستی؟ گفتم آره. و گفتم تمام هدف من اصلا اینجا داره. چند سال تدریس میکردم، این ور میرفتم، سمینار میرفتم، خیلی جاها میرفتم، خیلی کارم که یه چیز دنبال میکردم، اونم برگشت انسان ها با این دانش و علم معلومات دارن، برگشت به فطرت پاک خودشونه. چون فطرت انسان پاکه. تبلیغات، این اون بالا پایین، فیلم سریال، انسان از فطرت خودش دور میکنه. مردم ما تبریک بزرگ درسته، مردم فطرت پاک خودشون برگشتند، دیگه تموم شده است. زمین به زمان دوزی، زمان زمین دوزی هیچ جا نمیدید، چون خودتان دیگه ساقه چیز خودتان عنوان ندید، مثلا بگیم پس چون باید نگاه کنند. تبلیغات همه چی رو دیدند، چین رو دیدند، روسیه رو دیدند، آمریکا رو دیدند، اروپا رو دیدند، با شخصی اون شاهنشو مثل شاهشاهاری رو کشوری مثل ایران و ملت ایران که همش خیر و سلام اونها رو میخواستند. کارتر وقتی اومد ایران این اتفاقات مسائل دید، شاه گفت قهرمان دنیا هستی، اما برگشت شما کارتر بیاراده بی ارزه ای بود. وقتی برگشت کیسینجر و جورج سورس روش تاثیر گذاشتن، انگلیس روش تاثیر گذاشت و الاخر این دوباره که تو بس صحبت کنم که حالا بریم سر خبرها و چند تا یک شعار جدید اومد، یک شعاری که نهادین شده است، یک شعار مشخصه. دروغ میگن دشمن ما آمریکا است، دشمن ما همینجاست. یک شعار هم یک شعار جدید اومده. حالا یه گزارش از سیما دارم، شب خیلی جالب بود، در روی حمله سایبری به متروی تل‌آویو، شهری که اصلا مترو ندارد. خب اینم مبارک باشه. من راجع به کلیپ بعدی تیز کردم، نمونه رو برشم آماده کردم که صحبت کنم، بگم کلیپ خوب خواهد شد که دیگه حرف مفت نزنم بسر ایجیستم این گفت اون گفت. به نخیز نبود، شاه دنیا رو درس میداد. شاه یکی همه دنیا معتقد بودن، اونا که دستان بودن، شاه آدمی است که زرنگی خودش مخفی میکنه، چون وابسته به هیچ جا نبود، نه فراماسیون، نه مافیا، نه هیچ جایی نبود. و این درش نجاد، چون خب اشاره روش من دیگه حیا کن حلال کن. بعد دوبارش میگه که دولت قانون شکن شرط رو از ما بکن. اینه دیگه کم کم داره شعارا میره بود جایی که باید برسه به این از وران نیروی از دیگه دخالت نمی کنن، دیگه تمشیر فهمیدن، تا درسته دیر سر اما فهمیدن نمی کنن و خیلی مسئله دیگه. دولت قانون شکن حیا کن، یکی اونجا میگه که دولت قانون شکن شرط رو از ما بکن، گوت گمه برو پی کنید. باز دوباره همون شعار همینجاست، ما شعار ما دشمن ما همینجاست، دروغ میگم آمریکاست دیگه، شعارش نهاد نشده است. خب خدمت شما عرض کنم که دو نفکش ایرانی در سوریه پهلوی گرفتن و باز دوباره حکومت بازی خورد که خیلی خوبه. روسیه با چی با هم ساختند، روسیه با چند کشور با هم ساختند، بعد آمدن به این مسئولان گفتن آقا شما بیا نفت و این روسیه داره شما رو بازی میده، بیا نفت زیر قیمت اون بده. ما در تجارت دو تا بحث داریم، یه جنس خوب میفروشی یا خوب میخرند.
یا بس خوب میفروشن، توجه کردید؟ آره، اینه که الان دارن بازی در میارن، اینا هم احمقن بیشورن که ما میدونیم در شکلیز برای شندر غاز دارن بیشتر به قهقرا میرند. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله، توی آمریکا هم که دیگه انتقاد از آقای بایدن شدید شده به حدی که دیگه توهین حرفا رسیده، مثلا قیمت بنزین که حرف زد، این رئیسی میگه قیمت بنزین میره پایین، چه شد قیمت بنزین چیزی باید پایین بیارن، چیزی راهکار داشته باشه. که خلاصه جف بروس مؤسس شرکت چند منزله آمازون با انتقاد از دولت بایدن مداخله دولت در حوزه بازار رو مورد حمله قرار داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با انتقاد از قیمت بالای بنزین در آمریکا در توییتی خطاب به شرکت‌های دستاندرکار سوخت در آمریکا از آنها خواسته بود قیمت متوسط بنزین را از تا سطحی گانی 5 دلار افزایش یافته کاهش دهند. بروس روز یکشنبه رو روی دستوری دولت در این زمینه را آدرس غلط دادن به و بی‌اطلاعی از عمق سازوکار بازار تفسیر کرد. خلاصه دیگه اینا کم کم شروع شده و نوشته که مصرف نان در ایران بیشتر شده است. خب طبیعی بیشتر میشه، مردم قبلا نون در کنار غذاشون بود، نه در کنار نونش و غذا هست و طبیعی. اما این سه سفارش نمیده بکنم دوستان، دوستان خواهش هستم دارم سعی کنون نون سبوسدار بخورید، هم برای سلامتون خوبه، هم برای ریزشموتون خوبه و هم برای تن بدنتون. اما برنج اگه درست میکنید هر رقم باشه فرق نمیکنه، هرچی گیرتون میاد برو من سعی کنید کته درست کنید، آبکش درست نکنید. برنج آبکش غیر از اینکه فقط مثلا 10% مواد غذایی داشته باشه، تبش هم سرده و شما کسل رو بیحال میکنه. برنج آبکش تبش گرمه، امراش هم دروخته نمیشه و این از نظر غذایی قابلیت بالایی داره. در شرایط باید ما بیم چیز کنیم، یاد دوباره فانتزی که نیستیم، نه حواسون باشه. بدون هم سعی کن سبوسدار بگیر، اگه سبوسدار هم نداره سبوس در بازار هست بگیریم بدیم نانوا براتون بزنه. دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران افزایش مصرف نان در ایران به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها خبر داد. خب طبیعیه. بله. گزارش برومبرگ از ارزان فروشی نفت ایران به رقابت با روسیه. خیلی جالب، چه رقابت جالبیه. خبرگزاری برومبرگ گزارش داده است که ایران برای رقابت با روسیه تخفیف بیشتری در فروش نفت خود به خریداران چینی میدهد. دست توی کاسه از پشت قصه و اینها هم که بازش قرار میگیره. پس حمله روسیه به اوکراین چین خرید نفت از روسیه را افزایش داد، اما این باعث ایجاد رقابت با ایران شد که از پیش با تحریم های نفتی دست به گریبان بود. خب راجع بانک خارجی دارم که قطع شده فیلن آلودگی هوا در ادارات چندی شهرستان و استان خوزستان تطبیق کرد. یه مطلب میخوام بخونم که جالبه در من خودش. یک هموطن متولد 1327 می‌نویسد من متولد شدم به 1327، من متولد شدم با پا به دنیا گذاشتم تا فردا رو بسازم. دبستان رفتم، مدیر دبستان ما توده‌ای بود، ناظمش مصدقی بود، معلمم فدایی اسلام بود. به دبیرستان رفتم، مدیر ما عضو نهضت آزادی بود، ناظمش توده‌ای بود. دبیر ادبیات ما میگفت حیف که میرزا کوچیک خان رو از این بی‌پدران کشتند. دبیقی دبیران هم با چریک بودن، یا چریک بودن یا فدایی بودن، یا میگفتن حیف حیف که مصدق در سوید است. من به دانشگاه رفتم و اصلا کار دانشجو روشنفکر شدم. همه دور هم بودیم، از هر نوع حشمی در میان ما بود، مصدق، مصدقی، توتی، تودهی، چریک، مجاهدین. و دختران دانشگاه ما عاشق خسرو گلستانی شده بودند. پسرها دانشگاه ما عاشق شریعتی خطو خری بود که میان ما روشنفکرها برقرار بود. کسی کتاب درسی نمیخواند، یکی مارکس میخواند، یکی عقاید برتر استالین، یکی کتابهای جلال احمد. من این سری کتاب مارکس بهتون که دوستان خوندن میدونن روی کتاب یک ستاره هست قرمز و 5 بال داره. وقتی بهش گفتن که این چیه، گفت عقاید من، عقاید کمونیستی مارکس، باید 5 قاره رو بگیرد حتی به قیمت خون بالا. رو جلد اینو یه تشمطه مشخصی چی هست.
چند تا کتاب جلال الرحمت، چند تا کتاب ماو چگونه به قدرت رسید، و خیلی هم اخلاق در اسلام و چگونه دیدگاه شما زینبوار شد. خوب یادم است که دیروز دکتر ابراهیم بنی احمد استاد جامعه شناسی ما در سر کلاس پرسید چند نفر از شماها ایرانی هستید؟ همه گفتیم آقا ما. پرسید چند نفر از شما شاهنامه میخوانید؟ هیچ دستش رو بلند نکرد. پرسید گلستان سعدی چند صفحه است و در چه بابهایی نوشته شده است؟ کسی نمیدانست. پرسید نام کوچیک جامی چیست؟ کسی نمیدانست. هرچی از ایران پرسید کسی نمیدانست. پرسید رضا شاه در چه سالی و در کجای دنیا آمد؟ پرسید نام اصلی امیرکبیر چه بود؟ در آخر گفت خاک بر سر ملتی که شما روشن فکرانش باشید. کسی از شما تاریخ خود را نمیداند، اما اگه پرسم اسامی آن 53 نفر عضو حزب توده در کتاب بزرگ علوی رو نام ببرید، همه شما نام کوچیک، نام خانواده، فامیل و شما شناسنامه و تاریخ تولدتون رو حفظ هستید. شما با پول این ملت روشن فکر شده اید. کسی که به ملت، تاریخ و هویت خود خیانت کند به خود رحم نخواهد کرد. بدبخت آن مملکتی که شماها روشن فکرانش باشید. و البته این ملت اتفاقا بدبخت هم شد. دکتر بنی احمد استاد ما صحیح گفته بود دشتمون گرگ اگر داشت نمی نالیدیم، نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده بود. بله، ما اینا که میگم برای آینده است که ما در وهله اول کشور خودمون بشناسیم، تواناییاشو بدونیم، استعداداشو بدونیم، بعد دنبال اینون بیرون ببینیم چی دارن میگن، ما چی هستن، چی میخوان از ما بکنن. چی؟ مثلا این آقای جلال رحمت یه جا گفته بود، اون پدرم آخون بود، نون ما رو آجر کردن و من علیه شما نوشتم. حالا شمس یه خورده آرچیستر بود، ولی همه اینا همینطور بودن، دروغ میبستن به شابه خانده موره برای منافع شخصی خودشون و مردم باور میکردن، عده روشن فکر در میبردن. تا کلی بعدی نصر دیگر خواهم گفت خبر خوب که نه، اتفاقات خوب در راست خیلی زیاد. خدا نگهدار تا کلی بعدی.